نام خدا، سید کمال رضایی هستم از آکادمی learnfiles.com. در خدمتتون هستم با دوره آموزشی ساخت اپلیکیشن گالری تصاویر در اندروید. همونطور که میبینید عنوان دوره هست اندروید ایمیج گالری. در واقع ما میخوایم یک اپلیکیشن گالری تصاویر بسازیم که این تصاویر از اینترنت دریافت میشه و توی حالا اون اپلیکیشن مد نظر ما به نمایش در میاد. البته ما سعی کردیم مطالبی که عنوان میکنیم در واقع جوری باشه و اون سرفصل مطالب به طریقی باشه که در اپلیکیشن های دیگه هم کاربرد داشته باشه، یعنی صرفا اینجور نیست که شما فقط بتونید حالا با دیدن این دوره همین اپلیکیشن رو بسازید. مسلما نکات خیلی زیادی توی این آموزش گفته شده که میتونید ازش در واقع ساخت انواع پروژه دیگه استفاده کنید. توی این در واقع بخش مقدمه و توی این بخشی که در خدمتون هستم، من چند تا مورد رو بررسی میکنم. اولین مورد بحث شیوه تدریس هست. همونطور که احتمالاً با شیوه تدریس من آشنا هستید، ما در واقع آموزش ها رو به صورت عملی و همراه با مثال اجرا میکنیم، یعنی از در واقع گفتن مطالب تئوری دوری میکنیم و مستقیما میریم به قول معروف سر اصل مطلب و سعی میکنیم در واقع مطالب اضافی رو نداشته باشیم که کاربر بتونه مستقیما با اون بحث عملی درگیر بشه. نکته بعدی که مطرح میشه اینه که ما سورس کد ها رو، سورس کد پروژه‌ای که نوشته میشه همین اپلیکیشن گالری تصاویر رو، در انتهای دوره تحویل میدیم به شما و زمینه در واقع فایل های آموزشی هست که میتونید از سورس کدش استفاده کنید. نتیجه گیری در انتهای دوره خواهیم داشت. علاوه بر اینکه در انتهای دوره نتیجه گیری داریم، ما در انتهای هر بخش از آموزش و هر فایل آموزشی یک نتیجه گیری کوتاه داریم و اون در واقع بحث رو خلاصش رو عنوان میکنیم که چه کار رو انجام دادیم و در حتی بخش بعدی آموزش هم خلاصه ای از اون بخش رو مطرح میکنیم. در ابتدای هر بخش از آموزش خیلی کوتاه یک گذری داریم به بخش های قبلی آموزش. نکته بعدی این هست که ما سعی کردیم زمان ویدیوها کوتاه باشه، یعنی حدود 20 دقیقه، حالا مقدار بیشتر یا کمتر، به این دلیل که در واقع خسته کننده نباشه اون آموزش و خیلی راحت در واقع بتونیم مطالب رو به در واقع کسانی که میخوان یاد بگیرن در واقع اطلاعات رو آموزش بدیم. نکته بعدی و مورد بعدی سرفصل هست. قبل از اینکه من سرفصل ها رو مطرح کنم یک نکته رو عنوان کنم، اینکه همونطور که اینجا گفته شده سرفصل ها کلی هست، یعنی با جزئیات ریز سرفصل ها آورده نشده، کل در واقع سرفصل ها به صورت کلی عنوان شده به این مفهوم که ممکن هست مطالب بیشتری در واقع در خلال آموزش گفته بشه که قطعا هم همینطور هست، یعنی در لابلای آموزش مطالبی عنوان میشه که حالا توی این سرفصل ها گنجونده نشده و در واقع مطالب اضافی هست که در واقع میتونید اونها رو فرا بگیرید و در پروژه مختلف استفاده کنید. پس مطالب خیلی بیشتری وجود داره توی آموزش نسبت به این حالا سرفصل هایی که اینجا گفته شده. توی بخش اول معرفی پروژه و تحلیل ابتدایی رو داریم، میریم میگیم که حالا پروژه‌مون چی هست، میخوایم چه کار کنیم، از چه لایبرری های استفاده میکنیم، از چه المنت های استفاده میکنیم، شیوه کد نویسیمون چی هست و حالا مطالب و مباحثی از این دست. توی بخش بعدی میریم سراغ ساخت و ایجاد پروژه در اندروید استودیو. ما از اندروید استودیو ایجاد میکنیم برای پروژه و اندروید استودیو همونطور که میدونید یک آیدی خیلی مناسب هست که خود گوگل در اختیار ما قرار داده و به راحتی میتونیم اپلیکیشن های اندروید رو تولید کنیم به وسیله این آیدی. توی بخش دوم یک امولیتور رو راه اندازی میکنیم یا شبیه ساز اندروید، به این دلیل که من میخوام از صفحه نمایشم تصویر برداری کنم و اگر بخوام از دستگاه یا دیوایس واقعی استفاده کنم این کار رو نمیتونم بکنم. پس میام یک امولیتور یا شبیه ساز رو اجرا میکنم، اپلیکیشن رو که میسازم روی این شبیه ساز اجرا میکنم که بتونم از صفحه نمایشم تصویر برداری کنم. توی این بخش در واقع توی این آموزش ما از دو تا لایبرری مهم استفاده میکنیم، یکی لایبرری گلاید
GLIDE و لایبرری والی VOLLEY. این دو تا لایبرری مهم در واقع برای استفاده از اینترنت هست و بارگذاری تصاویر. لایبرری گلاید کارش در واقع دانلود و کش کردن تصاویر هست که خیلی راحت میتونه تصاویر ما رو کش کنه و در واقع سرعت اپلیکیشن ما رو افزایش بده، چه تو کد نویسی چه هنگام اجرا. و لایبرری والی هم برای در واقع دریافت اطلاعات از اینترنت، حالا از هر نوعی که باشه، خیلی میتونه برای ما کاربردی باشه. توی این بخش میریم سراغ ایمپورت کردن کتابخانه گلاید، اون لایبرری گلاید رو باید ایمپورت کنیم و میگیم که چطور میتونیم این کار رو بکنیم و لایبرری رو اضافه میکنیم به پروژه‌مون. راه اندازی و تست کتابخانه گلاید رو داریم، یک کد خیلی کوتاه مینویسیم و یک تصویر رو از اینترنت بارگذاری میکنیم که بتونیم حالا این گلاید رو تست کنیم و در واقع ببینیم که چطور کار میکنه. ما میام این بعد از این بخش کتابخونه والی رو بارگذاری میکنیم و ایمپورت میکنیم. یک کنترلر میسازیم، یک کلاس کنترلر میسازیم برای استفاده از والی. لایبرری والی نیاز داره که ما یک صف براش ایجاد کنیم و درخواست هایی که حالا میخوایم بفرستیم رو توی این صف قرار بدیم. این کلاس کنترلر میاد اون صف رو برای ما مدیریت میکنه که در واقع این توی این بخش این کار رو انجام خواهیم داد. بعد میریم سراغ لایه اصلی برنامه یا لایوت اصلی برنامه، اون صفحه اصلیمون رو میسازیم، اشیا و المنت هایی که مد نظرمون هست توی صفحه اصلیمون قرار میدیم. میام یک لایه به صورت مربع میسازیم برای بخش پیشنمایش، یعنی ما میام تمامی تصاویرمون چه به صورت مربع باشن و چه به صورت مستطیل تبدیلشون بکنیم به شکل مربع، چون میخوایم به صورت بندنگشتی یا تامنیل نشونشون بدیم. یک حالت استاندارد میخوایم داشته باشه که یک حالا زیبایی به اپلیکیشن ما و یک نظمی بده. به خاطر همین میگیم یک لایه ایجاد میکنیم که به صورت مربع اطلاعات رو نشون بده که میگیم حالا این لایه چطور ساخته میشه و چطور میتونیم ازش استفاده کنیم. توی بخش بعدی میریم سراغ ریسایکلر ویو. یک المنت خیلی مهم ریسایکلر ویو هست. ریسایکلر ویو یک لیست ویو خیلی پیشرفته است که حالا فرای از این اپلیکیشنی که ما میسازیم توی اپلیکیشن های بیشمار دیگه استفاده شده و استفاده میشه و خیلی کاربردی هست. این ریسایکلر ویو ما معرفیش میکنیم و میگیم که چطور ازش میتونیم استفاده کنیم. یک آداپتر براش میسازیم که هسته ریسایکلر ویو و ازش استفاده میکنیم. بخش های مختلف حالا اون آداپتر رو تکمیل میکنیم. یک کلاس ایمیج برای نگهداری تصاویر ایجاد میکنیم. تصاویر رو که از اینترنت میگیریم خب مشخصه های زیادی داره که میتونه در واقع توی این کلاس ایمیج نگهداری بشه. بعدش میریم سراغ اون کدنویسی اکتیویتی اصلیمون یا صفحه اصلیمون که حالا موارد رو که نیاز داریم مینویسیم. میام یک ارتباط بین ریسایکلر ویو و آداپتر ایجاد میکنیم. آداپتر رو در واقع اختصاص میدیم به ریسایکلر ویو و با این آداپتر مدیریت میکنیم اطلاعات توی ریسایکلر ویو رو. میام به در واقع اینترنت متصل میشیم با استفاده از لایبرری والی اون اطلاعات مد نظرمون رو دریافت میکنیم که حالا ما میخوام از فرمت جیسون استفاده کنیم که در طول آموزش توضیح میدیم که چی هست و چه کاربردی برای ما داره. تشخیص کلیک روی تصاویر رو داریم و در نهایت ایجاد بخش نمایش تمام صفحه تصاویر، یعنی وقتی که ما روی یک صفحه روی یک تصویر کلیک میکنیم اون صفحه به صورت بزرگ نمایش داده میشه و حتی ما میتونیم بین صفحات حرکت کنیم در واقع بین تصاویر، تصویر بعدی، تصویر قبلی و در واقع مطالبی از این دست. همونطور که گفتم مجددا تاکید میکنم غیر از این صفحه‌هایی که عنوان شد اطلاعات خیلی بیشتری وجود داره که در طول آموزش بهش خواهیم پرداخت. بحث بعدی پیش نیاز دوره هست. این دوره پیش نیاز خاصی نداره، فقط بهتر هست که با برنامه‌نویسی اندروید آشنا باشید، چون ما در واقع مطالب رو به صورت پایه‌ای مطرح می‌کنیم. آشنایی خیلی مختصر هم کافیه برای اینکه بتونید از این آموزش استفاده کنید و ما سعی کردیم مطالب در واقع بدون پیش نیاز مطرح بشه، یعنی از پایه ما پروژه‌مون رو ایجاد میکنیم تا انتهایی که پروژه رو در واقع تست و اجرای نهایی رو انجام میدیم.
پیش در واقع منابع دوره این سه تا سایت هست: developer.android.com, stack overflow و androidhive.info. این سه وبسایتی که میبینید از در واقع مراجع من هستند. مانوال اندروید استک اورفلو که اگر مشکل و سوالی باشه میتونید توش جستجو رو انجام بدید، و اندروید هیو هم که یک سری پروژه اندروید توش وجود داره. من از این منابع استفاده کردم، امیدوارم از این دوره آموزشی استفاده کنید. نکته‌ای که مجددا تاکید میکنم این هست که در واقع مطالبی که این توی این آموزش عنوان میشه و فرا میگیرید توی پروژه خیلی زیادی قابل استفاده است، و صرفا در واقع هدف این نیست که شما بتونید یک اپلیکیشن گالری تصاویر بسازید. هدف این هست که شما با در واقع دیدن این آموزش مطالبی رو که یاد بگیرید علاوه بر این اپلیکیشن بتونید توی اپلیکیشن های در واقع بیشتری استفاده کنید. خب این بخش مقدم و معرفی همینجا به پایان میرسه. تا بخش بعدی آموزش که شروع آموزش و بخش اول آموزش هست، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.